درگیری بین نیروهای روسیه و اوکراین در کیف، ماریوپول و دیگر شهرهای اوکراین تشدید یافته است. دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه صبح پنجشنبه حملات هوایی بیشتری را به شهر بندری ماریوپول که در محاصره قرار دارد انجام داد. همچنان از حملات راکتی و هوایی در سراسر کشور از جمله در هومه کلینیوکا در کیف پایتخت این کشور نیز خبر داده است. در ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین الکسی روزینکوف وزیر دفاع این کشور از قانونگذاران اتحادیه اروپا خواست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به عنوان جنایتکار جنگی به رسمیت بشناسند من از پارلمان اروپا به خاطر اش در حمایت از اوکراین در جریان مبارزه با تجاوز روسیه بسیار سپاسگزارم اما از همه اعضای پارلمان اروپا میخواهم که پوتین را به حیث یک جنایتکار جنگی به رسمیت بشناسد طوری که ایالات متحده این کار را انجام داد یک روز قبل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز اقدامات روسیه در اوکراین را تقبیه کرد و تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تا پوتین در این جنگ خود در اوکراین پیروز شود پوتین ویرانی و وحشت حولناک و وحشتناک را به اوکراین وارد می کند. بمباران اپارتمان های رهایشی، زایشگاه ها و شفاخانه ها. رئیس جمهور ایالات متحده 800 میلیون دلار معاونت جدید امنیتی را به اوکراین علاوه بر 200 میلیون دلاری که روز شنبه اختصاص داده بود منظور کرد. اینها بخشی از بسته کمکی 13.6 میلیارد دلار است که کنگرس ایالات متحده هفته گذشته تصویب کرده است از این 800 میلیون دلار کمک اخیر برای انتقال مستقیم تجهیزات از جمله سیستم های ضد هوایی راکت های ضد زره تیاره های بدون سرنشین مسلح سلاح سبک مهمات و زره بدنی کار گرفته خواهد شد اوایل چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کانگرس ایالات متحده سخنرانی کرد و از بایدن درخواست کمک نمود رزو میکنم که شما رهبر جهان باشید رهبر جهان بودن به معنای رهبر صلح است علیرغم درخواست زلنسکی ایالات متحده نه انتقال جتهای جنگی را تسهیل کند و نه هم از منطقه پرواز ممنوع در اوکراین پشتیبانی می کند از سوی دیگر پارلمان لیتوانیا به اتفاق آرا قطع نامه ای را تصویب کرد که خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین شد و به کشورهای از جمله استونیا و سلوانیا پیوست که این درخواست را مطرح کردند. در این قطع نامه آمده است که منطقه پرواز ممنوع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اجازه می دهد تا از امنیت مسیرهای بشر دوستانه و از امنیت نیروگاه های هسته ای اوکراین و تأسیسات ذخیره‌سازی زباله های هسته ای اطمینان حاصل کنند. در این حال یک آژانس سازمان ملل متحد هشدار می دهد که درگیری در اوکراین احتمالا دسترسی به غذا و مواد سوخت را برای بسیاری از آسیب پذیرترین افراد جهان مختل می کند